کانال 11 تلویزیون اسرائیل به نقل از مقام های سعودی می گوید اگر اسرائیل خواهان عادیسازی روابط با عربستان سعودی است باید از خود در برابر فلسطینیان انعطاف نشان دهد این مقام ها به کانال 11 تلویزیون اسرائیل گفتند که اگر اسرائیل یک دست به سوی فلسطینیان دراز کند عربستان ده دست به سوی اسرائیل دراز خواهد کرد به گفته این مقام ها، عربستان سعودی بسیار مراقب تصویر خود نزد جامعه عربستان و جهان اسلام است و میداند که اگر در شرایط حاضر دست دوستی به سمت اسرائیل دراز کند محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از سوی جامعه اسلامی به عنوان خائن شناخته می شود بر اساس این گزارش مقام های سعودی نتیجه گیری کردند در شرایط حاضر ترجیح می دهند روابط با اسرائیل به صورت غیر رسمی باقی بماند. بزرگترین مرجع تقلید قوم حکم قیام سراسری علیه خامنه ای داد. لحظاتی پیش این مرجع تقلید معروف حکم قیام علیه جمهوری اسلامی را صادر کرد. انقلاب ملی علیه جمهوری دجال اسلامی وارد پنجمین ماه شده است اعتراضاتی که با جان باختن محسا امینی از 26 شهری و ماه 1401 آغاز شد با پایداری مردم در شرایطی که حکومت انواع سرکوب وحشیانه و کشتار را علیه معترضان مرتکب می شود به جنبشی انقلابی تبدیل شده است ساختار پوسیده و ناکارآمد نظام فاسد نه تنها توان تغییر اراده ملت را ندارد بلکه توسعه فقر و فلاکت و تباهی روند فروپاشی حکومت دجال را سرعت نیز می بخشد. در این میان تلاش و مبارزه همسوی ایرانیان در داخل و خارج کشور توانسته جامعه جهانی را مبهوت این انقلاب آزادی و مترقی کند و همراهی دولت مهم جهان را با اعتراضات و حقوق آنها داشته باشد. جمهوری دجال اسلامی در آستانه چهل و چهار سالگی روی کار آمدنش با یک خیزش انقلابی روبروست که نشانه های آن از هفتم آبان 95 و حضور هزاران شهروند در پاسارگاد به مناسبت بزرگداشت کوروش کبیر دیده میشد. خیزشی که برخی از آن به عنوان رستاخیز ملی علیه ارتجاع سرخ و سیاه و همچنین انقلاب ملی در برابر انقلاب اسلامی یاد میکنند و در دی 96 و مرداد 97 و آبان 98 ادامه یافت و در هر دوره گامی رو به جلو برداشت از مدتها پیش برخی تحلیلگران که وضعیت ایران را رسد میکنند معتقد بودند ظرفیت های یک موج عظیم علیه جمهوری فاسد اسلامی در جامعه سازمان یافته و در هر لحظه احتمال دارد به خیابان سرازیر شود. این ارزیابی در نهادهای امنیتی درون حاکمیت نیز وجود داشت. گزارش های درس شده از جلسات سران امنیتی طی سال گذشته و همچنین تلاش برای سناریو سازی علیه فعالان سنفی در بهار امسال که به بازداشت بیش از سی تن از فعالان کارگران و آموزگاران منتهی شد و بازداشت حدود 20 تن از اعضای خانواده های دادخواه آبان 98 گواهی تلاش نهادهای امنیتی جمهوری فاسد اسلامی برای جلوگیری از شکل گرفتن اعتراضاتی است که سرانجام روی داد. از نیمه شهریور امسال که خبر به کما رفتن محسا امینی دختر 22 ساله در تهران به دلیل ضرب و جرح مأموران دجال گشت ارشاد منتشر شد هیچ کس از جمله نهادهای امنیتی تصور نمی کردند همین فاجعه آغازگر دور جدی اعتراضات مردم باشد شامگاه 25 شهریور با تجمع دهاتن ده در مقابل بیمارستان کسرا در تهران پس از انتشار خبر جانباختن محسا و سپس اعتراضات شهروندان در سقز پس از خاک سپاری وی در 26 شهریور نخستین جرقه اعتراضاتی سراسری بود که به سرعت در همه استانها گسترده شد و حالا به عنوان انقلاب ملی شناخته و در تاریخ ایران ثبت خواهد شد. طی چهار ماه گذشته جمهوری فاسد اسلامی انواع سرکوب وحشیانه و از بین بردن را علیه معترضان مرتکب شده اما نتوانست اراده ملی برای تغییر حکومت را شکست دهد بر اساس تازه ترین گزارش از سوی خبرگزاری هرانا از ابتدای اعتراضات تا 28 دی 19548 معترض به دست نیروهای فاسد امنیتی بازداشت شدند که از سرنوشت بیش از چهارده هزار نفر از آنها هیچ اطلاعی در دست منابع حقوق بشری نیست. شمار جانباختگان در طول چهار ماه گذشته 524 تن بوده که 71 تن کودکان زیر 18 ساله بودند. همچنین تا کنون 730 نفر از معترضان از دادگاه های فاسد اسلامی حکم دریافت کردند که 107 نفر از آنها در معرض خطر قصاص هستند و در مجموع 11958 ماه حکم زندان علیه این معترضان صادر شده است جمهوری دجال اسلامی تلاش های زیادی را برای متوقف کردن اعتراضات انجام داد از جمله قوه فاسد قضایی اتهامات سنگین محاربه افساد فلعرز و بغیا علیه بیش از یک ست تن از معترضان صادر و در این میان بیش از 20 تن را به قصاص محکوم کرد. حکم قصاص محسن شکاری، مجید رزا رهنورد، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی در هفته های گذشته اجرا شد. اما از بین بردن حکومتی نتوانست مردم را عقب براند بلکه بر خشم و انزجار عمومی علیه جمهوری دجال اسلامی افسود به طوری که بر جمع معترضان و منتقدان افسوده شد و تعداد زیادی از وکلای دادگستری و اساتید حقوق را به دلیل دادگاه های ناعادلانه که حتی با قوانین فشل خود جمهوری فاسد اسلامی هم مقایرت دارند وادار به واکنش کرد نهادهای فاسد امنیتی همچنین با بازداشت سازمان نیافته فعالان سیاسی، دانشجویان، مدنی، سنفی و هنرمندان تلاش کرد افرادی را که احتمالاً بتوانند به عنوان حلقه های واسط میان جریان های سیاسی و مدنی ایفای نقش کنند به زندان انداخت تا ارتباط آنها را با جامعه به طور کلی قطع کند. حذف نیروهایی که امکان سازماندهی یا تهیه خوراک فکری برای بخشها و اقشار مختلف را دارند اما شکست خورده است. در این جنبش انقلابی حتی بزرگترین مرجع تقلید قوم نیز حکم قیام سراسری علیه خامنه ای داده. لحظاتی پیش این مرجع تقلید معروف حکم قیام علیه جمهوری فاسد اسلامی را صادر کرده.